أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ظاهر این کلمه آن است که گناهان دو قسم است، صغیر و کبیر. عمده آن است که صغر و کبر مثل قلت و کثرت امر اضافی است. این مطلب اول. امر اضافی بدون طرف قیاس و سنجش محقق نمی شود. امر دوم. امر سوم آن است که معصیت را با چه می سنجیم تا معلوم بشود کوچک است یا بزرگ. آرایی که در مسئله نشأت گرفته در اثر اختلاف نظر در اون مورد قیاس است. این که می گوییم بعضی از معاصی کوچک است، بعضی از معاصی بزرگ، نسبت به چی؟ آیا معصیت ها نسبت به همین تفاوت را دارند یا طرف سنجش چیز دیگر است؟ گاهی خود شارع مقدس حدی را برای صغر یا قلت بیان میکند. نظیر این که انسان صغیر و کبیر را با بلوغ سنی مشخص فرمود که اگر به اون سن نرسید صغیر است، به اون سن رسید و از او گذشت کبیر است. و همچنین درباره قلت و کثرت در باب آب فرمود اگر به فرون حد از مساحت و حجم رسیده است، این آب کثیر است و کر، به این حد نرسید قلیل است. و برای هر کدام یه حکمی است که آب قلیل و آب کثیر حد مشخصی دارد. البته حد برای قلیل است، مازاد اون میشه کثیر. چه این که برای بیان حدود و احکام دما برای زن در حالتهای گوناگون حد مشخصی شد، برای قلیل و کثیر و متوسطه سه حد مشخص ذکر کرد. یعنی قلیله حد روشنی دارد، متوسطه حد روشنی دارد، مازاد کثیر است. اینا تهدیدات شرعی است. پس درباره بلوغ صغر حد مشخص شد، درباره آب کر و مادون او حد مشخص شد، برای قلیله و متوسطه و کثیره در دماغ حکمش مشخص شد چون حدش مشخص است. یک همچه ضابطهی در معصیت صغیره و کبیره ذکر نشد که اگر گناه به اون حد رسید صغیر است و از اون حد گذشت کبیر است. این نیست. مهمترین بحث این است که معلوم بشود طرف نسبت کدام است. اگر شارع مقدس تهدیدی در مسئله صغر و کبر قائل بود، نظیر بلوغ، نظیر آب کر، نظیر دماغ، روشن بود. دیگر امر قیاسی نیست، برای اینکه یه حد مشخصی داره. ولی اگر حدی برای گناه صغیر و کبیر مشخص نکرد، معلوم شد امر قیاسی است. اگر امر قیاسی شد، طرف قیاسش چی؟ مهمترین قول که ظاهر با آیات است همین است که طرف قیاس این است که معاصی بعضها الی بعض این دو حالت را دارند. بعضی ها نسبت به بعضی دیگر صغیرن، بعضی ها نسبت به بعضی دیگر کبیر، که این قول مختار مسئله خواهد بود. اما سایر اقوال در تعیین اون مقیسون الیه اختلاف دارن. بعضی ها گفتن معصیت را ما به اون آمر و ناهی می سنجیم. چون معصیت به آمر و ناهی سنجیده می شود، همه معاصی کبیره خواهد بود. یعنی گرچه ممکن است خود فعل فی نفسه چندون مهم نباشد، اما چون ذات اقدس اله فرمان داد، اگر چون چه کسی فرمان خدا را زیر پا بگذارد، این گناه کبیر است. در بعضی از نصوص آمده است که شما نگاه نکنید چه کرده اید،
بنگرید حرف چرا زیر پا گذاشته. در همون نصوصی داد ایاکم والمحقرات من الذنوب که از گناهان کوشک بپرهیزید، در همون نصوص هشدار دادن فرمودن بینکه شما به گناه نگاه نکنید که این عمل فی نفسه خیلی بد نیست، نگاه کنید که حرف چرا زیر پا گذاشته. البته اون سخن تام است که اگر کسی تاقیان در برابر ذات اقدس اله قیام کرد، خود هم این میشود معصیت کبیره. اما این آیه ناظر به اون نیست که عمل را، یعنی این ترک واجب یا فعل حرام را نسبت به آمر و ناهی بسنجیم. چرا؟ چون اگر نسبت به آمر و ناهی بسنجیم همه معاصی کبیر است، ما دیگه معصیت صغیر نخواهیم داشت. بهرن این اضافه می شود اضافه بیانیه، یعنی این تجتنبو کبائر ما تنهون عن، یعنی کبائری که مورد نهی شماست، دیگه اضافه بیانیه خواهد بود و مضاف عین مضاف الیه می شود. قهرن آیه معنا نخواهد داد، برای که معنای آیه این است که اگر شما از همه معاصی پرهیز کردید، خدا معاصی شما و سیئات شما را میامرزد، دیگه جا برای سیئات نمیماند تا خدا میامرزد. که اگر اضافه بیانیه بود، یعنی کبائر ما، اضافه کبائر به ما بیانیه بود، هر منهی عنهی کبیر بود، اونگاه دیگه نمیشه گفت شما اگر کبائر را ترک کردید خدا سیئات شما را میامرزد. خب آدم دیگه سیئه ای ندارد که. گذشته از این که با آیه سوره کهف سازگار نیست که فرمود ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، پس این طور تفسیر نه با خود آیه سازگار است نه با آیات سوره کهف و مانند آن. چرا؟ حالا این دوتا اصل محفوظ بماند. اصل اول این که صغیر و کبیر مثل قلیل و کثیر امر اضافی هست. اصل دوم آن است که گاهی مرز و حد را خود شارع مشخص می کند، مثل اون سه نمونه صغر و کبر در بلوغ، قلت و کثرت در آب کر و مادون کر، و حالتهای سگانه بعضی از دما قلیله و متوسطه و کثیره. گاهی حد و مرز مشخص نیست، نظیر کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله، اونجا مشخص نیست که معیار قلت و کثرت چقدر است، امر قیاسی است. بعد از گذشت این دو اصل نوبت به این میرسد، اگر قلت و کثرت یا صغر و کبر حدی ندارد و قیاسی است، طرف قیاس چیست؟ مثلا میشود گفت این شی سفید است یا سیاه، اما نمیشود گفت کوتاه است یا بلند. کوتاه نسبت به چی؟ بلند نسبت به چی؟ یه واحدی طلب میکنه. آیا این دور است یا نزدیک؟ دوری و نزدیکی، کوتاهی و بلندی، کوچکی و بزرگی امر قیاسی است. بدون طرف و مقیس الی اینها مصداق ندارد. حالا طرف سنجش چیست؟ بعضی ها طرف سنجش را خود معاصی می دانند، یعنی معصیت را با معصیت دیگر می سنجند. بعضی ها طرف سنجش را آمر و ناهی می دانند. بعضی ها طرف سنجش را ثواب و عقاب می دانند. بعضی ها طرف سنجش را مأمور و منهی می دانند. این آرایست که مبانی مشخصی که باعث پیدایش 7-8 رأی شده در مسئله. این 7-8 رأیی که در مسئله هست، منشأ این آرا این است که طرف قیاس را بعضی ها خود معاصی می دانند، بعضی آمر و ناهی می دانند، بعضی ثواب و عقاب می دانند، بعضی خود شخص مأمور و منهی می دانند. حالا اینها باید بررسی بشه. وقتی مبنا ابطال شد اون بنا هم بیران خواهد شد. پس یکی از مبانیان است که این صغر و کبر را به لحاظ آمر و ناهی می سنجی. همون حرفی بود که در خلال بیان مرحوم شیخ طوسی بود که در روزهای اول نقل شد، از بعضی از علمای اهل سنت هست که هر معصیتی نسبت به ذات اقدس اله کبیر است ولی نسبت به خودشون تفاوت دارن. این سخن تام نیست،
برای اینکه اگر ما بگوییم هر معصیتی را با آمر می سنجن، چون آمر ذات اقدس اله است، تمرد او ولو در کمترین چیز معصیت کبیره است، قهرن این آیه معناش این خواهد بود که اگر شما از همه معاصی پرهیز کردی، خدا سیئات شما را می آمرزد. دیگه معصیت سیئه نمی ماند که خدا بیامرزد. دیگه این تجتنبو نبود، برای اینکه ترتکبو بود. شما که اجتناب نکردید موضوع حاصل نیست. اجتنبتم عن بعضن و ارتکبتم بعضن آخر. بنابراین این که فرمود این تجتنبو کبائر ما تنهون عن، اگر ما معصیت را نسبت به ذات اقدس اله بسنجیم، هر معصیتی می شود کبیره، قهرن اضافه در این آیه، اضافه کبائر به ما می شود بیانیه، اونگاه نه با ذیل همین آیه سازگار است، نه با آیه سوره کهف که فرمود ما لحاظر کتاب لا یقادر و صغیرت و لا کبیرتن سازگار. پس این قول تام نیست. نه، حالا در ابطال این مبانی وقتی فرصت کردیم، نوبت به مبنای مختار که رسید، اونگاه معلوم شود که مسئول از این نقد هاست. پس این یک مبنا، اون هم آراء مترتبه بر او هرچه هست از بین خواهد رفت. مبنای دیگر آن است که ما عمل را به ثواب مقابل می سنجیم. شخصی که گناه کرد ثواب هم دارد. اگر ثواب هایی که انجام داده با این گناه و این گناهی که الان مرتکب شد در مقابل اون ثواب ها بررسی بشود، اثر این گناه کمتر از ثواب های موجود باشد، این میشه معصیت صغیره. بیشتر از او باشد، میشه معصیت کبیره. اونگاه لازمش این است که اگر معادل او بود، نه صغیر است نه کبیر. در حالی که ظاهر آیه این است که معصیت از این دو قسم بیرون نیست، بعضی ها صغیرن بعضی ها کبیره. این تقسیم اگر درست باشد، معناش این است که اگر بعضی از افراد متقی که دارای ثواب های زیادن، اینها اگر چون چه مثلا دروغ گفتن یا غیبت کردن یا قتل نفس مرتکب شدن، این میشه معصیت صغیره. برای اینکه چون ثواب‌های زیادی دارد، این یک گناه که در مقابل همه اون ثواب‌ها قرار نمی‌گیرد، از اونها کمتر است. عمری کارهای واجب را انجام داد، محرمات را ترک کرد، حالا یک بار دروغ گفت. چون این یک دروغ در مقابل اینکه این شخص در تمام عمر راست می‌گفت و همه اطاعات را انجام داد، چون اثر تلخ این گناه کمتر از ثواب‌های گذشته است، پس لازمش این است که دروغ نسبت به این شخص معصیت صغیره باشد، در حالی که این چه نیست. دروغ جز معاصی کبیر است. حقوق والدین جز معصیت کبیر است. حالا یک بار عاق والدین شد، یعنی عاصی والدین شد، لازمش این که معصیت صغیره باشد، در حالی که نصوص این حقوق والدین را معصیت کبیره می داند. پس نمی شود عقاب گناه را با ثواب هایی که این شخص دریافت کرده است سنجی. این مبنا هم تام نیست. قهرن اقوالی یا آرایی که بر این مبنا بنا نهاده شد، اینم تام نیست. چون داریم دیگه عنوان نمونه، چند روایت در بحث دیروز خونده شد که قتل نفس، قذف محسنه، حقوق والدین، اینا معصیت کبیره است دیگه. نه، حد مشخص نشد، گناه مشخص شد. یه وقت هست یه مرض مشخصی است، وقت اون مرض مشخص مثل یک واحد سنجش است. یه همچیزی که در نصوص نیامده، اینا به عنوان مثال است، ذکر مصداق است که حقوق والدین گناه کبیر است. اما مرض گناه کبیر چیست که اگر اشیای دیگر رو خواستیم بسنجیم با اون حد و مرض بسنجیم، که بیان نشد. که این هم دو مبنا و هر رأیی که بر این مبنا و مبنای قبل بنا نهاده شد، این هم تام نیست. بله، اما حصر ضابطه دست نداد. گناهان کبیره را مشخص نفرمود که کبیره چیست و چند تاست.
یه وقت است که نظیر یسالونه که عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس مشخص شد که این گناه کبیر است. اما یه حدی مشخص کرده باشد، نظیر بلوغ نکاح که اونجا حد است، ما دون اون میشه صغر، به اون حد رسید میشه کبر. بله، اما نفرمود به این که این کبیر است، فرمود اگر کسی فلون عمل را انجام داد با آتش میسوزد، شاید صغیره باشد و معذب. اگر بفرماید به این که این کبیر است، بله، فرمود اگر کسی ربا را بکند معذب به نار است، حقوق والدین یا قصف و امثال ذالک معذب به نار است. نفرمود صغایر کدوم آیه دارد؟ کجا مایه است؟ بنابراین میزانی در قرآن مشخص نفرمود که چی صغیره است چی کبیره، حدی مشخص نفرمود. این هم ذکر مثال است، فرمود فلون کارها را اگر کسی انجام بدهد عذاب الهی دارد، نار دارد، بعضی ها را با خلود بعضی را بدون خلود یاد فرمود. به هر تقدیر، پس این مبنای دوم هم تام نیست. مبنای سوم آن است که ما عقاب معصیت را با ثواب طاعت نمی سنجیم، بلکه با خود شخص مأمور و منهی می سنجیم. هر کسی در فضای درونش بالاخره یک مقدار مشخصی از نورانیت دارد اگر مؤمن بود، چون قبلش خطاب هم به مؤمنین است. حالا اگر چنونچه این شخص در فضای درونش یک مقداری از نورانیت داشت، این عمل تیره‌ای که مرتکب شد نسبت به نورانیت حاصله در نفس این شخص می‌سنجیم؟ نسبت به این نورانیت یا کمتر است یا بیشتر؟ اگر کمتر بود میشه معصیت صغیره، اگر بیشتر بود میشه معصیت کبیره. این هم گذشته از این که لازم میاد اگر معادل بود نه صغیره باشد نه کبیره، باز برخلاف ظاهر هست، چون نمیخواهد بگوید که شمایی که در درون نفستون نورانیت هست، حالا برفرض نور قوی، اگر یک بار یک گناهی انجام دادید، چون نورانیت قلب شما زیاد است این گناه گناه کوچک است، در حالی که حقوق والدین را به صورت روشن یا قذف محسنه را به صورت روشن فرمود جز کبایر است دیگر. حالا اگر کسی در اثر تراهم کردن ملکه عدالت قلب روشنی داشت که نذروا انفسکم، در باری او محقق شد و قلب نورانی پیدا کرد. چون معصوم نبود یک بار دست به گناه زد و عاق والدین شد، یه پاری کرد که پدر و مادر را رنجون و اونها ناراضی شدن. خب این حقوق والدین که یک معصیت هست و تیرگی را به همراه دارد، نسبت به صفای ضمیر و نورانیت قلب این مؤمن کمتر از این تیرگی. لازمش آن است که حقوق والدین نسبت به کسی که عمری را به عدالت گذرانده معصیت صغیره باشد، چنین نیست. پس این مبانی سگانه هیچ کدوم تام نیست. ظاهرش همان است که معصیت ها را با هم می سنجن، نه معصیت را با آمر و ناهی، نه معصیت را با ثواب اطاعت، نه معصیت را با مأمور و منهی. معصیت ها را با یکدیگر می سنجن. معصیت ها که با یکدیگر سنجیده شد، بعضی ها بزرگن بعضی کوچک. حالا در بعضی از نصوص حد اینها، یعنی مقدار اینها به 70 رسید، بعضی به 10 تا یا مثلا 70 تا و کمتر اینها رسید. اختلاف نصوص برای این است که در بعضی از روایات دارد ان اکبر الکبائر الشرک والفلان والفلان والفلان. اونها نه اینکه معصیت های کبیره همینها هستند، معصیت های کبیره هم بعضها فوق بعضن، چون که معصیت صغیره هم بعضها دون بعضن. پس اگر در بعضی از نصوص آمده است اکبر کبائر این است، این حد معاصی کبیره نیست، این دارد در بین معاصی کبیره اون اکبرها را می شمارد.
یا اگر عنوان اکبر نیامده مثل این اکبر الکبائر الشرک یه همچه عنوانی هم نباشد، شمارش بعضی ها مثل هفتا یا کمتر و بیشتر، این لازم هم گناهان رایج و گناهان معروف هست، هیچ کدام در صدد بیان حد نیست که مادون اینها کبیر نباشد. برای اینکه همون نصوصی که بعضی از اینها در بحث دیروز خونده شد دارد به اینکه چیزی که ذات اقدس اله وعده آتش بدهد، خب در قرآن غیر از این چند گناه یاد شده برای گناهان دیگر هم وعده نار داده است دیگر، فهمود این یا اصحاب نار است یا یعذب به نار و امثال ذلک، خب اون معصیت کبیر است دیگر. حالا برسیم به این اقوال چندگانی که در کتاب شریف المیزان لابد ملاحظه فرمودید. حالا معلوم میشه که این هشت قول از کدام مبنا نشأت گرفته. قبل از ورود در این اقوال باید این دو مطلب را هم عنایت کرد، به این که در بعضی از نصوص آمده است که شما هیچ معصیتی را کوچک نشمرید، بلکه معلوم نیست خدا به کدوم معصیت آدم را میگیره، چه این که هیچ طاعتی را هم کوچک نشمرید، بلکه معلوم نیست کدوم طاعت را خدا قبول میکنه، چه این که هیچ کسی را هم تحقیر نکنید، برای اینکه شما نمیدونید اولیاء الهی در کدوم لباس هم. خیلی از افراد است که آدم به حسب ظاهر اینا رو به حساب نمیاره یا خیال نمی کنه اینها مثلا دارای چه درجه هم. بعد معلوم میشه به اینکه در این حال که یه آدم ساده زیستیست یه لباس متوسطی هم در برداره، این علمن از فضلاست و عملن هم از اتقیاست، این روشن نیست. بعضی هم ممکنه یه سر و وضعی ظاهری داشته باشن بعد در اون خبری نباشه، نه علمن نه عملا. اینی که این چند چیز را در نصوص فرمود خدا مخفی کرده است، بعد هم فرمود مثل این که لیله قدر مخفی است، اولیای الهی در بین مردم مستورن مثل این که لیله قدر مستور است، اون طاعت مقبوله پیش خدا مستور است، معلوم نیست که اون لسان ها به انسان دستور احتیاط میدن که یه وقت از خدا ممکن از گناهان بزرگ بگذره و از گناهان کوچک نگذره، اون حکیم است و بر اساس حکمت مشیت دارد و چه میدونیم چه میکنه. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که گناهان کبیره را مشخص فرمود. این چنین نیست که هیچ گناهی از گناهان کبیره مشخص نباشد، فقط بالعلم اجمالی بدونیم که بعضی گناهان کبیرن بعضی گناهان صغیره، این طور هم نیست که به ما هیچ چیز نگفته باشن تا ما دو تا علم اجمالی داشته باشیم. علم اجمالی داریم به معاصی کبیره، علم اجمالی داریم به معاصی صغیره، و علم تفصیلی داریم به این که اگر معاصی کبیره را انجام ندیم معاصی صغیره بخشیده می شود که تا وجوب احتیاط کل باشد، این نیست. برای ما خیلی از معاصی کبیره رو مشخص کرده، اینم هست. مسئله بعدی آن است که انسانی که معاصی کبیره را ترک کرده است گرچه معاصی صغیره او بخشوده می شود اما طلبکار نیست از خدا، یه وعده از خدا بود داده است، ولی ما یقین داریم که خداوند به وعدش وفا می کند. حرف معتزله تام نیست که بگوید یجب علی الله که ببخشد کسی را که گناهان کبیره ندارد، البته چون خداوند وعده داد و خلف وعده هم محال است از ذات اقدس اله، بنابراین او یقینا این کار را میکند، نه باید بکند. این یجب عن الله است نه یجب علی الله. ما یقین داریم خدا به وعدش عمل میکند نه باید بکند، که یک قانونی بر خدا معاذ الله حاکم باشد. اینا مطالبی است که باید در این خلال گفته میشد. حالا این آرایی که سیدان استاد رضوان الله شمردند و تا حدودی بسیار از این آرا بیان شد. اول اینکه معصیت کبیره چیزی است که دارای عقاب آخرت و حد در دنیا باشد. این جامعه افراد هست ولی مانع اغیار نیست. جامعه همه افراد نیست گرچه مانع اغیار هست. برای اینکه بعضی از معاصی جز معاصی کبیره است ولی حد ندارد، چون در نصوص مسئله ربا به عنوان معصیت کبیره ذکر شده است، چون که از قرآن هم خوبی برمیاد، اما حد ندارد. دوم اینکه معصیت کبیره چیزی است که
در قرآن وعید آتش داده شده باشد. اینجا سخن از حد نیست، سخن از وعید به نار است. این هم جامعه افراد نیست، برای اینکه همه معاصی کبیره در قرآن نیامده. بعضی از معاصی کبیره در قرآن است، بعضی از معاصی کبیره در عدل قرآن که نصوص ازای طاهرین علیهم السلام است. پس این هم ضابط تام نیست. ثابت سوم است که معصیت کبیره چیزی است که مشعر به توهین به ذات عقل ادا باشد. این قول تام نیست، برای اینکه مبناش تام نبود، برای اینکه هر معصیتی وقتی انسان نسبت به ذات اقدس الهی بسنجد، خود اون توهین و اهانت و طغیان در برابر خدا معصیت کبیره است. حالا اگر معصیت مشعر به توهین نبود، لازم شد صغیره باشد. این چنین نیست. چرا؟ خیلی از گناهان هستی در نصوص مشخص شد دیگه، چون فعل حرام گناه کبیر است، ترک واجب ها هم گناه کبیر است. همه اینها در قرآن که نیست، خیلی از واجب ها در قرآن نیامده، در قرآن خطوط کلیش آمده. چرا؟ بعضی از اون که بله به اون صورت نیامده، ولی اصلش که اینها تزیم میکنن اینها آمده. خب اون جامعه است. چهارم این که گناه کبیر چیزی است که ذاتن حرام باشد، نه به عنوان عارض. این هم تام نیست، این مانع اغیار نیست، برای اینکه معاصی صغیره ذاتن بدن. حالا کسی گفت النظر معصیت صغیره است. که معصیت صغیره است، این بدون عنوان عارض معصیت است، نه بر اثر عروض یک عنوان. سیدنا استاد رضوان لاله این مسئله اصرار بر گناهان صغیره را در خیلی از موارد به عنوان نقض ذکر می‌فرمایند. البته این سخن تام است که اگر شما گفتید معصیت کبیره آن است که در قرآن ذکر شده باشد، اصرار بر صغیره معصیت کبیره است و در قرآن ذکر نشده، در لسان معصوم صلوات الله علیه آمده است که لا صغیره مع الاصرار. در اونجا گفتید حد داشته باشد، این هم تام نیست، برای اینکه اصرار بر صغیره معصیت کبیره است و حد ندارد. در بسیار از موارد این رو نقض قرار میده. این تام است. اما این قول چهارم که گفته است معصیتی کبیر است که ذاتن حرام باشد نه رو عروض عنوان، اگر عنوانن عارض باشد این عمل دیگه معصیت کبیر نیست. ایشون باز می‌فرمایند که نه، هر معصیت صغیری اگر عنوان توهین روش بیاد این معصیت کبیر است. شما گفتید اگر لا عارضن باشد این معصیت کبیر نیست. این فرمایش تام نیست، برای اینکه این قول چهارم میگوید که هر عملی اگر ذاتن معصیت نبود این معصیت کبیره نیست، اگر عنوانی روی او عارض شده این رو نمیگن معصیت کبیر، خود اون عمل را، نه اون عنوان را. ممکنه عنوانی که عارض شده خود اون عنوان معصیت کبیره باشد. اون شخص درباره معروض سخن میگوید، سیدن استاد درباره عارض نقض کرده. اون میگوید به این که هر عملی اگر ذاتن حرام بود معصیت کبیر است، اما اگر ذاتن حرام نبود یه عنوان روی او آمده از اون جهت معصیت کبیر نیست. سیدن استاد به مسئله طغیان و اهانت و توهین و استهانت امر خدا نقض میکنه. البته این استهانت امر خدا خودش عارض است و معصیت کبیره. خود این اهانت هر جا عارض بشود، خود این اهانت معصیت کبیره است، نه اون معروض را معصیت کبیره بکند. معروض بلعرض این وصف را پیدا میکند، وگرنه خود همین این عنوان، این عنوان که عارض است این معصیت کبیره است. بر تقدیر اون اصل سخن تام است، یعنی اهانت در برابر ذات اقدس الهی معصیت کبیره است و طغیان است دیگر. اما سخن این قائلین به قول چهارم درباره معروض است، ایشون درباره عارض نقض می‌فرمایند. پنجم این که معاصی کبیره همان است که در سوره مبارکه نساء آمده تا این آیه 30.
که فرمود این تشتنه و کبار ما تنه نوان. صاحب این قول خیال کرده است که اون که دستور مبارکه نساء آمده، این اول رعایت اموال یتیم و حرمت خوردن مال یتیم و بعد سایر معاصی یاد شده و این تجتنب و کبائر ما تنهون عن، خلاصه به جمع‌بندی همه معاصی کبیره است در اسلام، در حالی که این چنین نیست. اون چه که در سوره مبارکه نساء تا کنون خونده شد اینه بعضی از معاصی کبیره است و ذات اقدس اله در قرآن بسیار از معاصی کبیره دیگر را ذکر کرد که در این سوره نساء تا این آیه 30 نیامده. این تجتنب و کبائر ما تنهون عن که خلاصه همه معاصی کبیره نیست. که قول ششمی است که هر معصیتی کبیره چون مخالفت خداست، که این همون سخنیست بود ناسباب قهرن اضافه بیانیه خواهد بود و نه با زیل آیه سازگار است نه با آیه سوره که. قول هفتم این است که صغیره چیزیست که عقاب آن از ثواب صاحبش کم در باشد، که عقاب را با ثواب سنجیده، که این هم ناتمام است. برای اینکه موارد نقض داشت، اگه کسی ثوابهای زیادی داشت بعد یک بار عاق والدین شد، لازمش این است که این عقوق والدین معصیه صغیره باشد، در حالی که نسن جز معصیه کبیر است و هرکزا معصیه کبیر دیگری که شمرده شده. قول هشتم آن است که صغر و کبر اعتباری است، هر معصیتی از روی توهین کبیره است و همون معصیت از روح شهوت یا غضب صغیره. مثلا اگر کسی عاق والدین بشود برای اینکه معاذ الله میخواهد این آیه و بالوالدین احسانا را امتثال نکند یا لا تقل لهما افن را زیر پا بگذارد، اگر رو این عنوان باشد این میشه معصیت کبیره. اومد اگر کسی عصبانی شد روی قلبت علیه شقوته یا شهوته عاق والدین شد، لازمش این است که معصیت صغیره باشد، در حالی که نصوص حقوق والدین را بالقول المطلق معصیت کبیره می داند. نه اینکه اگر کسی عاق والدین شد برای اینکه دستور الهی را معاذ الله تحقیر کند این بشه معصیت کبیره وگرنه بشه معصیت صغیره، این طور نیست. اگر کسی مبتلا شد به حد که حرمت دیگران که غلبت علیه شهوته بشه معصیت صغیره، و اگر چنون که خاص لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه با او در افته بشه معصیت کبیره، این طور نیست. و همچنین سخنانی که از غزالی به دیگران نقل شده که اگر تیرگی گناه کمتر از نورانیت گناهکار بود این بشه معصیت صغیره، اگر بیشتر از نورانیت گناهکار بود بشه معصیت کبیره. این سخنم تام نیست، برای اینکه نصوص بسیار از معاصی کبیره را مشخص کرده است، چه اینکه فاعلش آدمی باشد با تقوا و با صلاح و عادل یا نه. اما اینکه فرمود این تجتنب و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم، گرچه تکفیر به معنای ستر است و لازمش مغفرت نیست، چون اول خدا ستار است بعد غفار است بعد انعام میکند به انسان رو وارد بهش میکند، اما به قرینه این که فرمود به ندخلکم مدخلا کریما، نشانه آن است که این یک ستر تام است، همون محو تام است، نه که فقط بپوشاند بلکه میبخشد. اوائل ممکن است خداوند ستاری کند، آبروی آدم رو حفظ بکند، نگذارد این گناه را دیگران بفهمد، چون چند جور ممکن است خدا عقاب بکند. یکی خزی است و رسوایی است، یعنی پرده پوشی نمی کند، این گناه را دیگران هم میفهمند، وقتی فهمیدن این شخص بی‌حیثیت خواهد بود. در باره ادعی فرمود که لام خزیون فی دنیا و فی الاخر، ممکن است خدا ستاری کند و نگذارد آبروی این شخص از بین برود، این ستر است نه مغفرت. گرچه مغفرت را هم که مغفرت گفتن ریشش آن است که با ستاری خدا همراه است، برای اینکه کله خود را میگن مغفر، اون چون میپوشاند. خداوند ممکن است این گناه را موقتا بپوشاند اما نبخشد، ولی مرحله عالیان است که رحمت الهی شامل حال بشود، به اساس رحمت رحیمیش عفو کند،
و چون وعده بهش داده است در چند آیه، یکی همین آیه محل بحث است، معلوم می شود اگر کسی معاصی کبیره را مرتکب نشد، خداوند معاصی صغیره او را واقعا عفو می کند و به طور کلی از نامه عمل او بر می دارد. حالا تبدیل می کند سیئات را به حسنات، به مانند آن بالاخره چیزی از سیئات در نامه عمل او نیست. والحمدلله رب العالمین.